پیدایش باب بیست و, و اسحاق یعقوب را خوانده او را برکت داد و او را امر فرموده گفت زنی از دختران کنعان مگیر برخواسته به فدان ارام به خانه پدر مادرت به برو و از آنجا زنی از دختران لابان برادر مادرت برای خود بگیر و خدای قادر مطلق تو را برکت دهد و تو را بارور و کثیر سازد تا از تو امتهای بسیار به وجود آیند و برکت ابراهیم را به تو دهد به تو و به ذریت تو با تو تا وارث زمین قربت خود شوی که خدا آن را به ابراهیم بخشید پس اسحاق یعقوب را روانه نمود و به فدان ارام نزد لابان ابن بتوئیل ارامی برادر رفقه مادر یعقوب و ایسو رفت. و اما ایسو چون دید که اسحاق یعقوب را برکت داده او را به فدان ارام روانه نمود تا از آنجا زنی برای خود بگیرد و در حین برکت دادن به وی امر کرده گفته بود که زنی از دختران کنعان مگیر و اینکه یعقوب پدر و مادر خود را اطاعت نموده به فدان ارام رفت و چون ایسو دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق بدند پس ایسو نزد اسماعیل رفت و محلت دختر اسماعیل ابن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود علاوه بر زنانی که داشت به زنی گرفت و اما یعقوب از به روانه شده به سوی هران رفت و به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد زیرا که آفتاب غروب کرده بود و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همان جا بخسبید و خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم و ذریت تو مانند قبار زمین خواهند شد و به مقرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم زیرا که تا آنچه را به تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکان است و من ندانستم پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکیست این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان بامدادان با یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی برپا داشت و روغن بر سرش ریخت و آن موضع را بیت ایل نامید لکن نام آن شهر اولا لوز بود و یعقوب نظر کرده گفت اگر خدا با من باشد و مرا در این راه که میروم محافظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا به خانه پدر خود به سلامتی برگردم هر آینه یهوه خدای من خواهد بود و این سنگی را که چون ستون برپا کردم بیت الله شود و آنچه به من بدهی ده یک آن را به تو خواهم داد.